کاهش نرخ مواد خوراکی در ماه رمضان. با فرارسیدن ماه رمضان نرخ مواد خوراکی در شهرهای کابل کاهش یافته است. بر اساس نرخنامه‌ای که از سوی شهرداری کابل به نشر رسیده، یک بوری آرد خوراکی 1770 افغانی، یک بوری برنج سیله اول 2900، یک کیلو لوبیا 120 و یک کیلو بوره 59 افغانی می باشد. اما نشر این نرخنامه باعث واکنش های دکانداران در بازارهای کشور شده است. طوری که آنان می گویند که مجبورن مواد خوراکی را با نرخ بلند خریداری و قیمت کم به فروش برسانند. ولن نرخنامه که از طرف امارات اسلامی توضیح شده نرخنامه است که به اساس کیفیت مواد توضیح شده، اما این نرخنامه به اساس معیارهایی که است در بازار نیست. چون بعضی مواد که یا مد نظر گرفتن مواد است که لوکال است و مواد است که به سطح پایین تر است، بعضی مواد است بالاتر است. مثلا اقلام به شما معلوم است، مثلا برنج کیفیت های مختلف داره، برنج نو داریم که نداریم، یا اما روی هم رفتن نرخ هم سال نسبتا بهتر است نظر به شرایط که فعلا ما شما قرار داریم، تورم دلار و این چیزا. بازم نرخ نسبتا بهتر است، اما بعضی چیزا بلندتر است و مردم با مشکلات اقتصادی مواجه است. مطابق نرخنامه که دولت بر ما تعیین کرده دیگه بعضی مشکلات هست، مثلا یک بوجیار بر مال فعلا در بازار امروزی بر ما تمامش 1820 افغانی و دولت بر ما اینجا تعیین کرده که باید شما 1770 افغانی را به فروش برسانید. دیگه اینی مواردی است که همسال از چند مواد دیگه هم است که نظر به نرخ خرید ما 50 الی 60 افغانی پایین است، یعنی یک دفعه بوری ما باید 50 روپا 60 روپا و توان بفروشیم. دیگه نیگه نرخ ما باز یاش هست خوب است، مثال از این نرخ که برای گوشت تعیین کردن یا تخم مرغ یا روغن یا از قبل تل پترول گپا یاشان خوب است، فقط در بعض موارد این یک مشکلات است که باید دفعه بریم و 50 الی 60 افغانی توان بکشیم. دیگه نیگه مشکلات داره. شهروندان کابل میگویند که قیمت مواد اولیه از قبل آرد، روغن، برنج کاهش، اما دیگر مواد خوراکی برعکس افزایش یافته که خرید آن برای مردم دشوار شده است. مجبور میشه میگیریم، اما اقتصاد مردم ضعیف است، کاروبار با مردم نیست، نرخ نوا بسیار بالا رفته است، به حد بالا رفته است. دمای مبارک بالخصوص دمای مبارک رمضان والا قیمتی خو زیاد است، مردم واسش نمیکشه، بسیار قیمت است دیگه. ماه رمضان هم رسیده قیمتی ها زیاد است دیگه، واس مردم نمیکشه دیگه. ما از دولت خواهش میکنیم که همی جلوش را بگیره، قیمتی را که مردم بتانه یک چیز بخره. نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرداری کابل میگوید که این نرخنامه در تمام شهرهای کابل تطبیق می شود. باید افزوده است که این نرخنامه در ماه رمضان به گونه جدی بررسی خواهد شد. شهرداری کابل بیش از 1.5 سال است که در شهر کابل نرخنامه توزیع می کنه و این نرخنامه شامل حدود 30 قلم اجناس است که مواد اولیه می باشد و تا این نرخنامه در تمام شهر کابل تطبیق می شود که از این پروسه شهرداری کابل که زیر مجموعه ما در حدود 22 آمریت تنظیم مارکت های 29 ما هستم همراه با تیم گزمه و همچنان نمبر تماس 0795-880-880 به خاطر گرفتن شکایت مردم هست که مطلقاً این نرخنامه در شهر کابل تطبیق میشه و بدون شک با رسیدن ماه رمضان این نرخنامه نسبت به قبل حتی با جدیت بسیار بیشتری پیگیری میشه و به هیچ کس اجازه داده نمیشه که خدای نخواسته از این نرخنامه سرپیچی بکنه و سر مردم ظلمی را انجام بده. این در حالی است که در سالهای گذشته نرخ مواد خوراکی در ماه رمضان به شکل چشمگیری افزایش می‌یافت. اما شهرداری کابل امسال با نشر این نرخنامه قصد دارد تا از این گونه حرج و مرج‌ها در قیمت مواد خوراکی جلوگیری کنند.